سلام با قسمت سوم از آموزش میکروتیک در خدمت شما هستم در این قسمت میخوایم یک سری تنظیمات ابتدایی روی میکروتیک انجام بدیم برای این کار وارد نرم افزار وین باکس میشیم به روتر بورد خودمون متصل میشیم میکروتیک در حالتی که ریسیت کانفیک شده باشه و هیچ کانفیک اولیه‌ای به صورت دیفالت انجام نداده باشین هیچ آیپی پی ادرسی روی اینترفیس هاش نداره برای ورود روی مک ادرس کلیک میکنید مک ادرس در بالا به صورت اتوماتیک قرار میگیره در قسمت های قبلا بهتون توضیح دادم که یوزر اصلی میکروتیک ادمین هست و پسورد نداره با کانکت وارد میکروتیک میشیم برای اینکه اسم میکروتیک رو تغییر بدیم آیدنتیتیش رو تغییر بدیم وارد قسمت سیستم میشیم و روی تب آیدنتیتی کلیک میکنیم سپس اسم مورد نظر خودتون رو انتخاب میکنید این کمک میکنه تو شبکه های گسترده شما روتر خودتون رو راحت تر پیدا کنید و دسترسی به روتر رو ساده تر میکنه در قسمت نیبر هم نشون شما میدم که این اسم درج میشه و مواردی که روتر شما زیاد هست راحت دستگاه مورد نظرتون رو پیدا میکنید من اسم این روتر رو R1 میذارم که اولین روتر هم هست اپلای میکنم و اوکی الان روی نیوین باکس کلیک کنم در قسمت آیدنتیتی R1 به عنوان روتر اولم مشخص شده در صورتی که روترهای های دیگه ای من در شبکه داشته باشم میتونم آیدنتیتیشون رو تغییر بدم و کمک میکنه که من راحت تر روتر خودم رو در شبکه پیدا کنم حالا قسمت آی پی ادرس صفر هست که یعنی اینکه که آی پی ادرس روش ست نشده ما میریم که یک آی پی ادرس روی این اتری که من الان به صورت کابلی به لپتاپم متصل هست قرار بدیم در قسمت آی رو ادرسز کلیک میکنیم کلید ادو میزنید و آی پی دیفالت خود میکروتیک رو قرار میدیم 192 168 88 1 24 این آی دلخواه هست میتونید هر آی که مورد نظرتون هست قرار بدین ولی این آی پی 88 هست که بعد از اینکه مودم رو به صورت نو خریداری میکنید یا که ریستی میکنید که دیفالت کانفی که خود میکروتیک روی اون قرار داشته باشه آی پی که قرار میگیره روی اینترفیس هاش 881 است. من روی اینترفیس اتر دوم قرار میدم این آی پی رو و اپلای میکنم و اوکی حالا میخوایم که اسم اینترفیس اتر دو رو مختص لپتاپمون قرار بدیم یا پی سی که داریم حالا باید چیکار کنیم؟ وارد اینترفیس میشیم. اینجا تمام مواردی که مثل کارت شبکه شما هست، کارت وایرلس شما هست در این لیست درد شده. مثلا کارت وایرلس شما در حال حاضر خاموش هست، دیسیبل هست. برای اینیبل کردن یا دیسیبل کردن از گذینه هایی که این بالا هست تیک و زبدر استفاده میکنید. با تیک اینیبل میشه و با زبدر دیسیبل. برای اینکه اسم یک اترنت و یک کارت شبکه فیزیکی رو تغییر بدین اتر مورد نظرتون کلیک میکنه نیم و اینجا میتونید ادیت کنید مثلا من اتر دوم متصل هست به پی سی یک خط فاصله میذارم و مینویسم پی سی میتونید شما اتر دو هم یعنی کلمه اتر دو هم حذف کنید ولی پیشنهاد نمیشه چون که بعدها توی کانفیک های بعدیتون شاید گم کنید ندونید کدوم شماره هست پس بهتره که بعد از اون اتر دو خط فاصله بذارین و کلمه مورد نظرتون رو اضافه کنید به این نیمی که خود میکروتیک در نظر گرفت اپلای میکنم اوکی و نیمی که میخواستیم روی اون اتر درد شد مثلا من اتر یکم رو میخوام به مودم ADSL هم متصل کنم میخوام که بدونم اتر یکم به مودم ADSL متصل هست که اگر یک روزی خواستم دوباره کانفیک کنم این مودم نیاز نباشه که خود سخت افزار رو بررسی کنم که کدوم اتر به کدوم دستگاه متصل است. خب بریم یه دونه یوزر تعریف کنیم و پسورد یوزر رو تغییر بدیم. برای این کار دو تا راهکار وجود داره. راهکار اول وارد سیستم بشین و روی پسورد کلیک کنید. روی پسورد که کلیک کنید میتونید پسورد همین یوزری که الان داخلش هستین رو عوض کنید. ولی راهکار دوم چی هست؟ وارد سیستم میشین قسمت یوزرز قسمت یوزرز اینجا شما میتونید تمام یوزرهایی که دسترسی دارن به میکروتیک رو ببینید میتونید یوزر رو حذف کنید یا اضافه کنید برای این کار مثلا اضافه کردن روی کلید به علاوه کلیک میکنید نیم یوزری که میخواین رو مشخص میکنید مثلا من یوزر شخصی خودم هست به نام احسان گروپ شما مشخص میکنه سه تا رده بندی داریم توی گروپ فول رید و رایت در قسمت فول همه دسترسی هایی که یک میکروتیک داره یعنی همه کانفیک هایی که یک یوزر میتونه انجام بده رو شما میتونید داشته باشید در قسمت رید فقط امکان مشاهده و دیدن تنظیمات رو دارید در قسمت رایت یک پله از فول پایین هست و در قسمت رایت شما دسترسی حسب کردن یوزر یا یک کارای این تیپی که فقط ادمین میتونه انجام بده رو ندارید من دسترسی احسان فول میدم Allowed address ادرسی هست که میتونید در این قسمت قرار بدین فقط یوزرها از طریق این آدرسی که در اینجا درد شده میتونن وارد بشن این کمک میکنه تو زمانهایی که شما میخواید امنیت دستگاهتون رو ببرید بالا و دستگاهتون رو از نظر نفوز پذیری ایمین کنید یکی از مواردی که بهش میشه اشاره کرد همین ادرس یوزر هست که فقط از یک آی پی ادرس مشخص توانایی وارد شدن به میکروتیک داشته باشید پسوردم که درج میکنید من پسورد رو درج میکنم من کانفرمش میکنم اپلای اوکی یوزر جدید دسترسی پیدا کرده و اد شده حالا ما میتونیم از طریق یوزر خودمون متصل بشیم باز همون روتر خودمون آه یوزر احسان و پسورد مورد نظر از طریق یوزر احسان من, من متصل شدم به دستگاه یکی از قابلیت های جالب میکروتیک این هست که من الان میتونم یوزر ادمین رو دیسیبل کنم یا که حذفش کنم شاید تو خیلی از دستگاه ها این امکان وجود نداشته باشه که یوزر ادمین رو تغییر بدین ولی تو این دستگاه امکان این هست که یوزر ادمین رو حذف یا ادیتش کن